ببین مثلا اینکه ما برای فوت آقای مارکز داریم این کار میکنیم، من بگم تا میتونی بگی به یاد مثلا گابریل گارسیا مارکز یا با خاطره گابریل گارسیا مارکز یا به مناسبت زاد مرگ زاد رفت دیگه. من میگم که گابریل گارسیا مارکز مرد، 100 سال تنهایی. گابریل گارسیا مارکز سالها سال بعد هنگامی که سرهنگ آولیانو بوئندیا در مقابل سربازانی که قرار بود تیربارانش کنند ایستاده بود، بعد از ظهر دوردستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود. در همان زمان دهکده ماکاندو تنها 20 خانه کاهگل یونین داشت. خانه ها در ساحل رودخانه بنا شده بود. آب رودخانه زلال بود و از روی سنگ های سفید بزرگی شبیه تخم جانوران ما قبل تاریخ میگذشت. جهان چنان تازه بود که بسیاری چیزها هنوز اسمی نداشتند. برای نامیدنشان با انگشت باید به آنها اشاره کنیم. آرلیانو 11 صفحه دیگر رد کرد تا وقت خود را با حوادثی که ما آنها آشنا داشت و مشغول کشف رمز لحظه‌ای شد که در آن زندگی میکرد و همانطور به کشف رمز ادامه داد تا خود را در لحظه کشف رمز آخرین صفحه مکاتیب یافت. درست مثل اینکه خود را در یک آینه سخنگو ببیند. آن وقت باز ادامه داد تا از پیشگویی و اطمینان تاریخ و نوعی مرگ خود مطلع شود، ولی لزومی نداشت به سطر آخر برسد چون میدانست که دیگر هرگز از آن اتاق خارج نخواهد شد. چنین پیشگویی شده بود که شهر آینه ها یا سراب ها درست در همان لحظه ای که آرلیانو بابیلونیا آرلیانو آرلیانو بابیلونیا کشف رمز مکاتیب را به پایان برساند، با آن طوفان نو از روی زمین و خاطره بشر محو خواهد شد و آنچه در آن مکاتیب آمده است از ازل تا ابد تکرار ناپذیر خواهد بود، زیرا نسل های منکول به صد سال تنهایی فرصت مجددی در روی زمین نداشت.